سرخط خبرها. بازداشت یک شهروند ایرانی در سوئد، اتهام جنایت علیه بشریت و کشتار زندانیان سیاسی در سال 67. دست کم 12 کشته در اثر انفجار در کابل. وزارت داخله افغانستان میگوید هدف خودروی یک شرکت خارجی بوده. انفجار در اینجا رخ داده، وضعیت موتور یا خودرویی که هدف قرار گرفته این گونه است. لکه های خون را هم میشه در روی جاده دید و پنجره و شیشه های ساختمان های دوروبر به گونه کامل فرو ریختند. برگزاری اولین جلسه علنی تحقیق درباره استیضاح رئیس جمهوری آمریکا. سفیر آمریکا در اوکراین به عنوان اولین نفر شهادت می‌دهد. و ورود اردوغان به واشنگتن برای دیدار با ترامپ. گفته می‌شود هدف این دیدار کم رنگ شدن کدورت‌های هفته‌های اخیر است. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. دادگاهی در سوئد اعلام کرده که در حال رسیدگی به پرونده یک ایرانی به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 است. دادگاه میگوید با بررسی شواهد حکم بازداشت حمید نوری را که در روز شنبه دستگیر شده تمدید کرده تا شاکی‌های پرونده بتوانند مدارک بیشتری علیه او جمع کنند. انتظار می‌رود در صورت اثبات دست داشتن حمید نوری در کشتار زندانیان سیاسی او به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شود. ایرج مصداقی شاهد و کاوه موسوی شاکیان این پرونده میگویند که حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی دادیار زندان گوهردشت بوده. گوهردشت از جمله زندانهایی بود که تعدادی از اعدامها در آن انجام شد. این اولین بار است که یک ایرانی به اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 بازداشت میشود. در ادامه برنامه سعی می‌کنیم که گفتگویی داشته باشیم با آقای مصداقی که شاهد بوده در دادگاه، ولی فعلا بذارید بریم به افغانستان. دست کم 12 غیر نظامی در انفجار صبح امروز در کابل کشته شدند. 20 نفر از جمله 4 خارجی زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان گفته حمله با استفاده از یک خودروی بمب‌گذاری شده صورت گرفته. مسئولیت این بمب‌گذاری را هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته. روینه رهنوش از کابل گزارش می‌دهد. اینها از کودکان دانش آموز باقی مانده، کودکانی که زمان وقوع حمله از اینجا رد می شدند. وزارت داخله گفت هدف حمله خودروی مربوط به یک شرکت امنیتی خارجی بوده. انفجار در اینجا رخ داده، وضعیت موتور یا خودرویی که هدف قرار گرفته این گونه است. لکه های خون را هم می شه در روی جاده دید و پنجره و شیشه های ساختمان های دوروبر به گونه کامل فرو ریختند. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت افغانستان انس حقانی را آزاد کرد. انتقاد مردم شدت گرفته. بالاترین جنایتکارای دنیا دین روز رها میشن در بدل کردیت گرفتن، در بدل مقام گرفتن و در برابر که ما به قدرت و به چوکی برسیم. آقای غنی سه شخص که مربوط به حقانی بود و طالبا بود به خاطر اینکه یار رها نمود و تا بتوانه همو استادای دانشگاه امریکایی را رها کنه. آیا خون یک افغانستانی سفید است و خون آنها سرخ است؟ آخرین انفجار مشابه واقعی امروز در کابل حدود 2 ماه پیش شده بود. انفجاری که در آن 12 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی کشته شدند. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. خب برگردیم به خبر اول برنامه. دادگاهی در سوئد اعلام کرده که در حال رسیدگی به پرونده یک ایرانی به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 هست. ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی دهه 60 و از شاهدان این پرونده از استکهلم سوئد با ماست. آقای مصداقی، شما شواهد و مدارک زیادی جمع کردید برای این پرونده، چطور اصلا متوجه شدید که آقای نوری میخوان بیان به سوئد؟ در هر صورت ما هم منابع خاص خودمون رو داریم. اگر نظام اسلامی
مدعی بود در یک عملیات پیچیده و چند وجهی روح الله زن رو به عراق کشوند و دستگیر کرد، بایستی بدونه که انگیزه ما برای پیگیری جنایت علیه بشریت به مراتب بیشتر از انگیزه جنایتکاران برای جنایته. شما چه مدارکی ارائه کردیم به دادگاه درباره یه دست داشتن آقای نوری در اعدام‌های تابستان 67؟ مدارکی که ارائه شده به قدر کافی هست. اینجا ما در سوئد زندگی میکنیم، جایی است که عدالت در اینجا حاکمه و حکومت قانون در اینجا حاکمه. در هر صورت در کشور سوئد دادستان دستور دستگیری کسی رو بدون داشتن شواهد لازم نمیده. ایشون به محض ورود به خاک سوئد، به محض پیاده شدن از هواپیما در فرودگاه آرلاندا در روز 9 نوامبر دستگیر شدن و از همونجا به بازداشتگاه برده شدن. من بیشتر منظورم درباره عملکرد ایشون بوده. با توجه به تحقیقاتی که شما کردید، ایشون نقششون مخصوصا در زندان گوهردشت چه بوده؟ ایشون دادیار زندان گوهردشت بودن همراه با ناصریان که امروز با نام شیخ محمد مقیسه قاضی ارشد نظام اسلامی است، نقش بسیار مهمی در برنامه‌ریزی کشتار سال 67 داشتن. ایشون کسی بود که به همراه ناصریان زندانیان رو انتخاب می‌کردن برای بردن در مقابل هیئت مرگ و همچنین ایشون کسی بود که اسامی زندانیان رو می‌خوند برای اینکه اونها رو روانه جوخه مرگ بکنه و به پاسداران دستور می‌داد که اونها رو به بندشون ببرن. این چیزی بود که کدی بود که بین خود اونها رد و بدل می‌شد. در واقع اینها تهیه می‌کردن مقدمات کار رو برای اینکه هیئت مرگ حکم اعدام رو صادر کنه، چون اونا شخصا آشنایی با زندانیان نداشتن. ایشون آقای حمید نوری یا حمید عباسی که در زندان با این نام شناخته می شدن همراه با شیخ محمد مقیسه این کار رو انجام می دادن. به ویژه که ایشون خودشون در راه روی مرگ بارها و بارها حضور داشتن. هنگامی که زندانیان رو اعدام می کردن ایشون در صحنه اعدام حضور داشتن و همراه با کسانی که به جوخه مرگ می رفتن ایشون و دیگر پاسداران و حتی مسئولین خود هیئت کشتار 67 به سالن آمفی‌تئاتر زندان گوهردشت می رفتن و در اعدام زندانیان مشارکت می کردن. آقای نوری پاسخشی بوده به این اتهام ها؟ ازدادی من صحبتم تموم بشه. از جمله آقای حمید نوری، ایشون در واقع کسی است که بعد از هر سری اعدامی که می کردن اونها اظهار شادمانی میکردن و حمید نوری شیرینی پخش میکرد، کیک پخش میکرد در راهرو مرگ و برای اینکه فشار بیشتری روی ما بیارن، زندانی هایی که در راهرو مرگ بودیم به ما هم تعارف میکردن و نیشخند میزدن. و طبیعی است که حمید نوری، حمید عباسی مانند دیگر جنایتکاران انکار میکنه. او امروز هم در دادگاه انکار کرد که اساسا در زندان حضور داشته و مدعی بود که شخصی اون رو اشتباه به جای دیگری گرفتن. تردیدی در این ماجرا نیست که اسناد و مدارک کافی برای ادامه بازداشت ایشون وجود داره. کمایی که روز هم دادگاه وقعی به ادعاهای ایشون نگذاشت و حکم بازداشت ایشون رو برای 4 هفته دیگه صادر کرد. و این رو بگم، طبق قوانین سوئد در ابتدا بیش از این حکم نمیدن، ولی این حکم دوباره تکرار خواهد شد. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی دهه 60 و از شاهدان این پرونده از استکهلم سوئد با ما. رجب طیب اردوغان برای دیدار با دونالد ترامپ وارد واشنگتن شده. این سفر در حالی انجام می شود که روابط دو کشور به خاطر عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و همینطور خرید سامانه پیشرفته پدآوند هوایی از روسیه دچار تنش است. ترکیه از هر زمان دیگری به روسیه نزدیکتر شده. دیدار امروز آقای اردوغان با آقای ترامپ با هدف کمرنگ کردن کدورت های هفته های اخیر انجام می شود. خشایار جنیدی از واشنگتن گزارش می دهد. 3 سال پیش پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا برای رجب طیب اردوغان رخدادی خوشایند بود. فردی در آمریکا بر مسند قدرت می نشست که به نظر می رسید نگرانی های او را می فهمد. اما امروز روابط این دو عضو ناتو از قبل بحرانی تر شده. سفر آقای اردوغان به واشنگتن به این امید صورت می گیرد که کدورت های هفته های اخیر کم رنگ شوند. رئیس جمهوری ترکیه پیش از ترک آنکارا به خبرنگاران گفت که نه آمریکا و نه روسیه
در انجام تعهداتشان برای به عقب راندن نیروهای دموکراتیک سوریه متشکل از شبه نظامیان کرد موفق نبوده اند. آقای اردوغان که خواهان برقراری یک منطقه حائل در شمال سوریه است، در پی تماس تلفنی ماه پیش با آقای ترامپ و اعلام خروج نظامیان آمریکایی از منطقه مرزی، ارتش ترکیه را روانه شمال شرقی سوریه کرد. آقای ترامپ به رها کردن متحدان کرد آمریکا در سوریه متهم شد، ولی میانجیگری همراه با تهدید آمریکا توقف عملیات نظامی ترکیه را به همراه داشت. در عوض قرار شد نیروهای دموکراتیک سوریه تا عمق 32 کیلومتری مرز عقب نشینی کنند. اما آمریکا نگرانی های دیگری هم دارد. آقای ترامپ هفته پیش به گفته منابع ترک خواهان فعال نشدن سامانه دفاع هوایی S-400 شده. آمریکا مخالف استقرار این سامانه پیشرفته روسی در خاک یک کشور عضو ناتو است و آقای ترامپ گفته در غیر این صورت ترکیه را تحریم می کند. آقای اردوغان هم با رد نگرانی های آمریکا خواهان بازگشت ترکیه به پروژه تولید جنگنده F-35 شده. آمریکا می گوید ترکیه را به خاطر خریداری سامانه دفاع هوایی از روسیه از این پروژه چند ملیتی خارج کرده. خطر تحریم های آمریکا مشکل مهم دیگری است که می تواند تبعات مخربی را برای اقتصاد ترکیه به همراه داشته باشد. پس از آغاز عملیات ترکیه در شمال سوریه، آمریکا 3 وزیر و 2 وزارتخانه ترکیه را تحریم کرد. تحریم هایی که پس از توقف عملیات لغو شدند. اما مجلس نمایندگان آمریکا هم تحریم های خودش را تصویب کرده که منتظر رأی مجلس سنا است. هالک بانک ترکیه نیز که متهم به دور زدن تحریم های ایران است، قرار است در آمریکا محاکمه شود. گفتگوهای سختی پیش روی رهبران آمریکا و ترکیه است. وقت گفتگوها فعلا به روابط فردی دو رئیس جمهوری بستگی دارد. خشایار جنیدی، بی بی سی، واشنگتن. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. دادگاهی در سوئد حکم بازداشت حمید نوری را که به دست داشتن در کشتار سال 67 در ایران متهم است تمدید کرده تا شاکی‌های پرونده بتوانند مدارک بیشتری علیه او جمع کنند. دست کم 12 غیر نظامی در انفجار صبح امروز در کابل کشته شدند. 20 نفر از جمله 4 خارجی هم زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان گفته حمله با استفاده از یک خودرو بمب‌گذاری شده صورت گرفته. مسئولیت این بمب‌گذاری را هنوز هیچ گروهی نپذیرفته. در ادامه برنامه، تعطیلی بخشی از هنگ کنگ با ادامه درگیری‌ها بین معترضان و پلیس. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که بازشماری و بررسی برگه‌های رأی را متوقف کرده. شمارش دوباره آرای انتخابات ریاست جمهوری از جمعه شروع شده بود. این انتخابات که در شش میزان یا مهر برگزار شده بود، با جنجال‌های انتخاباتی روبرو شده و تا کنون دو بار اعلام نتایج ابتدایی عقب افتاده. علی حسینی همکارم از کابل با ماست. علی، دلیل تصمیم این کمیسیون چی بوده؟ در فیصله نامه بعد از ظهر امروز کمیسیون مستقل انتخابات آمده که به منظور رسیدگی به اعتراض ها و نگرانی های احزاب سیاسی، نامزدان و جامعه مدنی، این کمیسیون تصمیم گرفته که روند بازشماری آرا و همچنین بررسی آرا را متوقف کنه. مشخص هم نکرده که دوباره این روند کی آغاز میشه و با این حساب، با توجه به اینکه یک بار دیگر هم به تعویق افتاده، این بار دوم است که اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تعویق میفته و از طرف دیگر هم که دلیل این موضوع کمیسیون مستقل انتخابات، یعنی همین تعویق اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، یکی اخلال در بازشماری آرا و دیگری هم حجم زیاد کارهای کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده. واکنش نامزدهای انتخابات به این تصمیم چی بوده؟
ببینید یک بخشی از در طی چند روز گذشته، یعنی از روز جمعه که بازشماری آرا شروع شده، در چند جای دست کم در 10 ولایت دروازه های دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بسته شدن از طرف ستاد انتخاباتی. عبدالله عبدالله یکی از نامزدهای شناخته شده انتخابات ریاست جمهوری. حالا چرا بسته شدن؟ این بسته شدن دروازه های کمیسیون مستقل انتخابات در اعتراض به بازشماری آرا صورت گرفته. ستاد آقای عبدالله به این نظر است که کمیسیون مستقل انتخابات هنوز آرای باطل را تصفیه نکرده و روند بازشماری را انجام میده و در عین حال در تلاش است که بعضی از آرا را بعضی از آرایی که بیومتریک نشده وارد بازشماری روند بازشماری و تفتیش آرا کنه که قبول نداره. کمیسیون اما چیه؟ کمیسیون که حاضر است این تفتیش و بازشماری روندش طولانی بشه ولی نتایج انتخابات شفاف باشه و اتهام ها از طرف ستاد عبدالله هم به شدت رد میکنن. ممنونم از دردعلی حسینی از کابل با ما. تظاهرات گسترده در هنگ کنگ برای روز سوم بخشی از این شهر را به حالت تعطیل درآورده. تظاهر کنندگان و پلیس باز هم درگیر شدند و در مرکز شهر کارمندان هم به تظاهر کنندگان پیوستند. بانک ها و بسیاری از ایستگاه های مترو بسته است و دولت اعلام کرده که به علت ملاحظه های امنیتی دانشگاه ها و مدارس هم در 3 روز آینده تعطیل هستند. تظاهر کنندگان خواهان حق انتخاب آزاد رهبران هنگ کنگ هستند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. خیابان‌های مرکز شهر هنگ کنگ امشب هم ناآرام است. تظاهر کنندگان که خواهان عدم دخالت چین در امور داخلی هنگ کنگ هستند، اینجا و آنجا راهبندان ایجاد کردند. طی روز زد و خوردها و جنگ و گریزهای خشونت‌آمیز بین تظاهر کنندگان و پلیس اینجا در مرکز شهر و بعضی از محلات دیگر هنگ کنگ را به حالت نیمه تعطیل درآورد. تظاهر کنندگان بعد از 6 ماه تظاهرات در روزهای آخر هفته، حالا اعتراضشان را به روزهای کاری هفته هم کشیدن و به محلات دیگر شهر برای پراکنده کردن نیروهای پلیس. اینجا پلیس و تهدید کارمندان ادارات، بانک ها و مغازه ها که از تظاهر کنندگان حمایت کردند. با شعارهایی در حمایت از مبارزه و مقاومت، نشانی از حمایت مردمی این جنبش جوانان هنگ کنگ برای دموکراسی. اینجا دست نوشته ای خطاب به تظاهر کنندگان که میگوید شما تنها نیستید. راهبندان ها باعث شده امروز خیلی از بانک ها و ایستگاه های مترو تعطیل باشند. اتوبوس ها در بعضی از خطوط شهری کار نکردند. دولت به علت ناامنی دانشگاه ها و مدارس را برای 3 روز تعطیل کرده. نمایندگان پارلمان هنگ کنگ، آن دسته که از چین حمایت می‌کنند، امروز بالا گرفتن خشونت از سوی تظاهرکنندگان را محکوم کردند. ما تکرار می‌کنیم که از دولت به علت به کارگیری همه ابزارهای قانونی برای پایان دادن به خشونت‌ها حمایت می‌کنیم. برای پایان دادن به هرج و مرج، برای حفاظت از جان مردم و برای برگرداندن نظم و برگرداندن هنگ کنگ به مسیر عادی‌اش. طی دیشب در دانشگاه چینی شهر در دو طرف یک پل جنگ و گریزها شاهد خشونت‌های زیاد و بی سابقه دو طرف. تظاهر کنندگان که میگویند پلیس از گلوله‌های جنگی و پلاستیکی استفاده کرده است، از کوکتل مولوتوف استفاده کردند، حتی از تیر و کمان. صحنه‌هایی که نشان از بالا گرفتن یکباره خشونت هاست با ورود پلیس به دانشگاه در این اعتراض هایی که حالا تقریبا 6 ماه است که ادامه داشته است. تظاهر کنندگان خواهان تحقیقاتی مستقل درباره خشونت پلیس شدند که دولت محلی اعتنایی به آن نکرده است. امروز چین و هنگ کنگ در یک بزنگاه تاریخی. کسرانجی بی بی سی. امروز اولین جلسه علنی تحقیق درباره استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار می شود. آقای ترامپ متهم است که از دولت اوکراین برای افزایش شانس پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری آینده درخواست کمک کرده، اتهامی که آقای ترامپ رد می کند. قرار است که برای اولین بار گفتگو درباره تمامی مدارک و شواهد مورد استناد به صورت زنده از تلویزیون پخش شود.
سام فرزانه خبرنگار ما روی خط تلفن از کنگره آمریکا با ماست. سام، بالاخره بعد از بیش از یک ماه و نیم امروز به صورت علنی این تحقیقات رو میشه و اصالت محرمانه در میاد. همینطور که گفتی، من الان دقیقا جلوی در ورودی ساختمونی ایستادم که قرار تحقیقات، اولین جلسه علنی تحقیقات اینجا انجام بشه. تا دقایق دیگه ما باید شاهد ورود بیل تیلر باشیم، یکی از دیپلمات‌های باسابقه آمریکا، که قرار امروز اولین کسی باشه که شهادت میده. آقای تیلر کسی است که سالها، دهه‌ها بهتر بگم، در وزارت خارجه آمریکا کار کرده و از جمله سفیر آمریکا در اوکراین بوده، بعداً بازنشسته شده و بعد از بازنشستگی دوباره دولت آقای ترامپ، وزیر خارجه آقای ترامپ، از او خواهش کرده که برگرد و به اوکراین برو. آقای تیلر کسی هست که در یک پیامک تلفنی گفته بود به مقام دیگر آمریکایی که این دیوانگیه که ما بخوایم کمک‌های به یک کشور رو منوط بکنیم به اینکه اون کشور برای ما تحقیقاتی درباره رقیب سیاسی ما انجام بده، کاری که دموکرات‌ها میگن آقای ترامپ در حال انجام دادن اونه. امروز بجز آقای تیلر، قراره یک دیپلمات با سابقه دیگه آمریکایی به نام جورج کنت هم شهادت بده. او نزدیک به 30 سال سابقه کار داره و اتفاقا مسئول مستقیم سیاست‌های آمریکا درباره اوکراین هست. به نظر میرسه که آقای ترامپ و جمهوری خواهان از امروز باید سیاست‌های خودشون رو درباره مواجهه با این اتفاق تغییر بدن و یه مقداری به نظر میرسه که شروع کردن به تهاجمی تر شدن. اما اگر بخوایم بدونیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاد که ما به اینجایی رسیدیم که امروز هستیم، بعد نیست که این گزارش رو تماشا بکنیم. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین آغازگر همه چیز بود. آقای زلنسکی در آن تماس تلفنی سراغ کمک‌های نظامی وعده داده شده آمریکا را می‌گیرد که کنگره تصویب کرده بود. آقای ترامپ در پاسخ می‌گوید من هم یک خواهشی دارم. او از همتای اوکراینیش می‌خواهد که درباره شایعه‌ای تحقیق کند. اینکه هک کردن کامپیوترهای دموکرات‌ها در جریان انتخابات پیشین کار اوکراین بوده و نه روسیه. خواسته دوم آقای ترامپ هم این بوده که اوکراین تحقیقات درباره پسر جو بایدن را آغاز کند. جو بایدن قوی‌ترین رقیب انتخاباتی آقای ترامپ و معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکاست. پسر جو بایدن عضو هیئت مدیره یک شرکت اوکراینی بوده که آقای ترامپ و اطرافیانش میگویند با کمک پدرش از تحقیقات فساد در رفته است. مکالمات رئیس جمهوری آمریکا را گروهی از کارشناسان مسائل امنیتی گوش می‌کنند. خلاصه ای از گفتگوها هم ثبت می‌شود. یکی از کسانی که بعداً متن این گفتگو را خوانده شکایت کرده که رئیس جمهوری برای منافع شخصی و سیاسیش کمک‌های اختصاص داده شده کنگره به اوکراین را گرو گرفته است. این شکایت به دست مجلس نمایندگان آمریکا می‌رسد و مبنایی برای آغاز تحقیقات استیضاح رئیس جمهوری می‌شود. در تحقیقات اولیه شاهدان به نمایندگان کنگره گفتند که رودی جولیانی وکیل شخصی دونالد ترامپ پیگیر سیاست‌های آمریکا درباره اوکراین و فشار به این کشور بوده. به جز رودی جولیانی، گوردون ساندلند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا و کورت وولکر فرستاده آمریکا در امور اوکراین هم به نظر می‌رسد که از این کارزار فشار به اوکراین آگاه بودند. رئیس جمهوری آمریکا و هوادارانش میگویند این تماس تلفنی و خواست‌های مطرح شده به معنی گروکشی از اوکراین نبوده و دموکرات‌ها را به سیاسی کاری و انتقام‌گیری از شکست در انتخابات پیشین متهم می‌کنند. گزارشی بود از همکارم سام فرزانه. امسال بیش از 1000 مهاجر که می‌خواستند با گذر از دریای مدیترانه به اروپا سفر کنند جانشان را از دست دادند. این یکی از خطرناک‌ترین مسیرها در جهان برای پناهجویان است. برای بعضی سفر از لیبی آغاز می‌شود. اورلا گرین خبرنگار ارشد بی بی سی با یک خانواده ملاقات کرده که می‌خواهند از این مسیر به اروپا برسند. Here's how the European dream. رویای اروپا برای برخی اینطور پایان می‌یابد. هلال احمر با دقت از سواحل لیبی تحویلشان می‌گیرد. مرده‌های ناشناس مدیترانه. Of the Mediterranean.
اما این خانواده اهل کامرون قصد دارند خطر گذر از دریا را به جان بخرند. تا به حال دو بار امتحان کردند. سرپرستی خدیجه کوچولو و برادرش رنو با عمه و پسر عمهشان است. مادرشان برای رساندنشان به اروپا هرچی داشت را داد. این دلفینه، این خدیجه است و اینم رنوه. این عکس مال یک هفته قبل از مرگ دلفینه. این آخرین عکسیه که از دلفین داریم و این آخرین خاطره از دلفینه. وقتی این عکس رو نگاه میکنیم سعی میکنیم دلفین رو یادمون بیاد. هر روز برای آرامش روحش دعا میکنیم. این دلفین است، یک سال پیش، 34 ساله و مصمم برای یافتن زندگی بهتر. فامیلش به من میگویند دلفین بهشان قدرت داد تا از فقر در وطنشان فرار کنند و به لیبی بیایند. خواهرش دانیل به من میگوید که دلفین در حبس در یک بازداشتگاه وضع هم کرد بدون دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب. او میگوید سفر طولانیشان با قاچاقچیان آدم مثل تجربه سفر به جهنم بود. تجاوزها اینطور اتفاق می افتاد. جلوی پسرها و مردهای دیگه به ما می گفتن لخچیم. ما رو می بردن و هر کاری که می خواستن با ما می کردن. مردها هم کتک می خوردن، واقعا بدجور. اگه کاری که بهشون گفته می شد رو انجام نمی دادن. یه مرد قوی بود که ما فکر میکردیم که اون دیگه میتونه از زندان فرار کنه. قمه برداشتن ربات‌های پاش رو بریدن، برای همین دیگه نمیتونست تکون بخوره. آخر سرم مرد. برای دلفین مرگ بعد از دو روز در دریا و در قایق قاچاقچیان بودن فرارسید. او و بچه‌هایش دستگیر شدند و به بازداشتگاه فرستاده شدند، جایی که او در درد مرد. داشت گریه میکرد. من بیدار شدم و پرسیدم چشه؟ گفت سردرد داره. ما حبس بودیم و شب کسی اونجا نبود. من دعا میکردم که آفتاب در بیاد تا مردم بیان. دلفین داشت جلوی من میمرد و من کاری ازم بر نمیومد. رویای دلفین برای رنوی 11 ساله این بود که او در اروپا فوتبالیست شود. من میدونم اگه برم اروپا یاد میگیرم و فردا واسه خودم کسی میشه. چند وقت مدرسه نرفتی؟ دو سال مدرسه نرفتم. دلت تنگ شده برای مدرسه؟ دلم تنگ شده. رنو قبول میکند که میترسد از دریای مدیترانه عبور کند، اما هنوز به رویای مادرش پای بند است. اورلگیرن بی بی سی نیوز تریپولی. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.